سلام سهره جان، زنگ زدم بر نداشتی. ببین اون قضیه رو حل شده بدون، خیالت راحت. فقط امروز منتظر من نباش، باشه فردا. فردا تا همیشه. خبری هومی تو راهه، دوستتم دارم. خداحافظ. بلا برام پاشمون دیره، پاشم دارم تمرین میکنم. تو هم بگو دیگه. من که بلد نیستم اینو بگم. کار نداری که. من بودم و حاجی نصرت، رضا پونصد، آره اینا خیلی بودیم. کریم آقامون هم بود. و تو میگی کریم؟ کدوم کریم؟ من فقط بگم کریم، کدوم کریم؟ کریم نه، کریم. خوبی؟ سلام عزیزم، خوبی؟ خدا حافظ. خوبی باران؟ وای چقدر مزه است تو کلکتون. سلام سهر جان، زنگ زدم بر نداشتی. ببین اون قضیه رو حل شده بده، خیالت راحت. فقط امروز منتظر من نباش، باشه فردا. الو آیدا، سلام. تعمیرگاه مگه نگرفتی بایسان؟ خب کجا؟ باشه میام، میام خودم. آیدا نگران شدم، چی شده؟ بگو. همین؟ نه مطمئنی حمیده؟ کجاست؟ تو نیست؟ اکسپایر شد. نه حالا بهت میگم، برو اونجا بهت میگم. دو سال زن و شوهرن، دو تا بچه دارن. سهر عزیزم، من با حمید ازدواج کرده بودم، ازدواج کرده بودیم ولی شناسنامش این نبود. تو شناسنامه اسم شعبان ساله ای بود، گفت حمید صدا میکنه. کی ازدواج کردی؟ چند وقت. یعنی چی؟ پس چرا من نگفتی؟ به هیچکی نگفتم. من هیچکی هم سهر. بایده الان you
باشه قربونت، شامتون رو بخوریم پس. خداحافظ. خداحافظ. هامون میگه داره مشقاشو می‌نویسه، نگران نباش. به من گفته بود بچه هاش مخالفم، قرار بود بره با اونا حرف بزنه. اون بود چطوری اسم منسو شناسنامش پاک کنه؟ نگران نباش هامون، دفتر خونه آشنا داره، حلش میکنه مثلا. حالا مطمئنی اونجاست؟ پیدا شما؟ خدا کنه اونجا باشه، یا اونجا نباشه دیگه نمیدونم کجاست. آیدا تو داشبورد یک کیف سیاه کوچیکی بده به من. مشقه زبانتو نوشتی شما؟ او اول مشقاشو نوشت بعد داو اسمش زبانتو. مرسی قربون ادایده ببخشید. آه موبایلتو بده. نمیخواد با حالی بده. چی شده؟ چی افتاده شکسته؟ بده اینو مصطفی درستش کنه. مثل هنگ و اینا میکرد. قربونش خدا. مرسی. میدم فردا درستش کنم. مرسی آمون جان. دست درد نکنه. کمربند نمیبندی شما؟ آها آیدا جون، رم و سیم کارت هم بهم بده. بیا گذاشتم اینجا. به هامون یه یادآوری میکنی؟ چیو؟ وکالت نامه رو. آها باشد، نگران نباش. آیدا مرسی قربونی برم من. خیلی خدافز مامان، دوستشم خیلی خوب شد، اما هامون خیلی خوب بود. برم من. باران بیا. سلام. 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 سلام خانم. سهراب خانم اونو بذار تو یخچال، بعد اون زیرم تاید و بایوتکس و همه چی هست. شما دست داره یه دستی به سر و گوشه این خونه بکش. آیدا این کیه؟ اورا خونه رو تمیز کنه. گند گرفته خونه رو. بچه گناه داره بابا. مرسی. آیدا من از عادت ندارم کسی بیاد خونه رو تمیز کنه. این خانم همسر مادر منه. بگو بابا تو رو خدا. آراسی به مامانت زنگ بزن. زنگ زده بود نگرانت بود. من گفتم اوکی مشکل نداره. تو گوشی که سیم کارت نبود چطوری زنگ زد؟ دیگه زنگ زد بیمارستان دیگه. من گفتم اوکی مشکل نداره. قرار شد ایمه بعدم نتونست پیدات کنه دیگه با من در تماس باشه. بیای خود. حداقل جوابشو بده که دیگه به من زنگ نزن. تو چه سرخود شدی؟ من بودم. سلام. سلام. حالا حد عجله بود. چون میتونم تو میخواستی زود تصمیم یارو چی بود شعبان از بیم شناسه ما دردیتی؟ حالا اینو شناسه؟ آره. بسته بندی. فقط این دوستت قابل اعتماده دیگه. دوستم که نیست ولی آره بابا الان وکالت نامه حاضره، فقط لنگ شناسه تو بودم. خوبی؟ بله. باشه خدافز. خدافز. ما
کشورهای دیگر رو ثروتمند کردیم در حالی که ببینین آقای طاهر مسائل اونجا اصلا به من ربطی نداره، من اصلا در جریانش نیستم. الان واقعا شرایطم کارخونه های ما یکی پس از دیگری یا تعطیل شدن یا خاک ما رو پشت سر گذاشتن، حتی بدونی که یک لحظه فکر کنن به میلیون ها میلیون کارگر آمریکایی که پشت سر گذاشتن. ثروت طبقه متوسط پلیس برای چی؟ از دستانشان رو بوده شد و در خب مگه نمیگین چیزی نبردن دیگه؟ کلید که دست من نیست. کجا؟ ما امروز اینجا جمع شدیم تا کمد خونه من صادر کنیم که در هر پایتخت خارجی و در هر شهر کوت سفید شنیده شود. اجازه بدیم ببینم گوشی بینش جدید راهنمای ما خواهد بود از این لحظه به بعد. حرف اول رو بله اینجا ساره. آره حالا من خودم میارمش براتون همونجا حرف بزنیم. نه پلیس دیگه نمیخواد دیگه، من حالا میام صحبت کنم تصمیم بگیرم. باشه خدا. سلام خورمانیز، غم آخرتون باشه. خیلی ممنون. شما آقا طاهرین؟ بله. بفرمید. آقا طاهر شما از کجا میدونستی این کلید خونه؟ دست خودتون باشه، تشریف بیارید. من دیگه کجا بیام؟ بهتر شما باز کن. صندوق ممکنه فرمول باشه، دزدم بالاخره به یه هوایی میاد دیگه. دیشب هم پشت تلفن خدمتتون عرض کردم. نترسین بیازارم، کارت شناسایی و جواز کارشون تو صندوق افغانی و جواز کارش دیگه. اینجارم که فکر نکنم بخواین دوباره راش بندازین. ها چیه؟ خب وایسین کارتون رو بکنین. اه ببخشید بفهم، ماده 12 قانون کار میگه کارگر قرارش با کارگاه نه رئیس کارگاه. من البته خدا نکرده نمیخوام شکایتی چیزی بکنیم، ولی خب اینا هم من دعای خدا برای خوش نمیاد بیکار باشن دیگه. اگه صلاح بدونی مولا خدا ناتوهر، من اصلا الان شرایطم جوری نیست که. نه میفهمم متوجهم، ببخشید تشریف. من فقط یه چیزی رو بگم. بفرمایید. صلاح میدونین اگه تو صندوق پول مول بود حقوق اینا رو بدین، کارت جوازشون هم بدیم برم پی کارشون درد سر نشن. از ما گفتم بفهم. ببخشید من جلو میرم. پول توش نبود. خودتون هم بریم ببینیم. ما دیگه اگه شما میگین نیست دیگه ما هم قبول داریم. ما چیکار کنیم؟ صحبت نکن.
اینا هم البته گناه دارن، مال من نبود شناسنامه. همینا خوب گشتیم؟ خودتونم بریم. شعبان ساله‌ای چی؟ تو شناسنامه شعبانم طاهر صدام. ما چیکار کنیم؟ یه دقیقه دارم حرف میزنم، هی یه دقیقه چیکار بکنم؟ خود رو باید دست موزم تو... چی میشه خواهد؟ دست موزم چی میشه؟ خود دارم همینو میگه بکنم مهندس رفت بگیم 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 چیکار بکنم؟ دست موزم شما خوب فکراتونو بکنین. اگه خواستیم ما اینجا رو میچرخونیم، نه به خوبی آقا مهندس خدا بیامرز، ولی خب اگه هم نه که من میتونم دستگاه مسکا رو آب کنم، پول اینا رو بدم، باقیش هم تقدیم کنم، 4-5 تومن میشه گمونم. آقا طاهر شما نسبتی داری با آقای مهندس؟ نه اتفاقی فامیلمون یکی. خیلی خوب شمارتو بده، من حالا فکرام میکنم بهتون خبر میدم. شناسنامه هم شاید خونه ما باشه، میگردم. نه اون که مهم نیست، فردا سرتون فوقش المصنا میگیرم. خدا نگهدار. خداحافظ. لاله میشی که باشدی لاتوازی هم در میاری واسه من. تو یک قبل میزدی ماده دوازه دوازه ماده دوازه دوازه به تو چف خانی؟ تو جواز کار داری؟ نه. خب پس اندازه دهنت زر بزن، برو دیگه، برو برو جان من، برو برو یارو رو از گور بکش بیرون، حقوقتو بگیر. الو هامو سلام. اگه یکی المصنا بگیره، آره شناسنامه، بعد زن داشته باشه و طلاق گرفته باشن، بعد تون المصناه این طلاقش میاد؟ باش ببین، پس فقط ماجرای وکالتنامه اینا رو فعلا کنسلش کن. خب آره آره کنسل کن، من فقط میام شناسنامه رو ازت میگیرم. الو مری، ماما خوبه؟ نه فعلا فکر نکنم. رجب هنوز اونجاست؟ دیشب دوتا ریختم تو کارتش. سامان برای نداری؟ کی؟ گو خورده، 4 ماه همش این ورمور شده دیگه. خوشخطی دارم فعلا. ملی خداحافظ. بله سلام خانم مهندس. بله بله نه من که الان نه الان نمی نه اونجا رو بلدم. بله 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 باشه خداحافظ. آقا من پیاده میشم.
سخی برات بیا این دستگاه رو بار بزنیم تو وانت. برات سخی برات آجی دمت گم خودت بیا یه دستی برسو. سخی هستا چیکارش داری؟ پیسه آوردیم براش واسا. دزدی میکنیم؟ لات شدی واسه من دزدی میکنیم؟ الو سلام. نه اومدم چون من بر نداشتم دستگاه رو خانم. کار افغانی هست. ببینید خانم من خودم سیاه‌کارم ولی الان استثنان دارم راستشو میگم. شما سلام نمیخوام مال خود. نمیفهم. خب چی کارم دارین خب؟ پلیس مولیس نیاری ها رفتن؟ قبلا راجبش حرف زدیم هر موقع مجلس اینون چی بود رو همه اجاره اینم تصویب کرد قانون شد چشم ببشین ما حرف آها به من که رسیم همه چی باید قانونی درست باشه ولی موقعی که کار زهرا رو جور میکنی واسش وکالت جور میکنه اینو مشکلی نداره اون یه غلطی کرده بود خودش مونده بود توش خواستیم کمکش کنیم خانه منو کمک کن کمک کن شده تا حالا تو زندگیمون تو چیزی از من بخوای من بهت بگم نه من اینو نمیتونم قبول کنم طلاقت بدم راستش بدتری همون دفعه تو میشینیم چهار تا کلمه با هم دیگه حرف بزنیم طلاقت بدم مسخره در رو وامون دارم وقتی عذیت دارم باش یه مظلوم نمایی نکنی بس آه تو بکن تو مظلوم نمایی تو پاساژ گلیس تهران خانم دستگاه هایی که بردن من اصلا آقا طاهر من اصلا به دستگاه ها کاری ندارم به خاطر اون بهتون زنگ نزدم یه کار دیگه باهاتون دارم شما از کجا میدونستی که کلیدا تو خونه ماست مگه شما ها چقدر به هم نزدیک بودید
ریشه نزن. میدونستی یه زن دیگه هم داره؟ نه مگه داره؟ یعنی مگه داشت؟ راست میگم، دروغ نمیگم، نمیدونستم. گفتی اسمت تو شناسنامه شعبانه، نه؟ آره. قبلا یه بار ازدواج کردی، سمانه رحمانی. حالا بیشتر شبیه تو. سهرا احمدی که شمایی؟ به من نگفته بود شناسنامه مال خودش نیست. یه نامه تو گاف صندوق گذاشته بود که مثلا کارشو توجیه کنه، ولی بازم نگفته بود شناسنامه مال شماست. من فکر کردم برم پیش زنش، فکر کردم برم چی بگم، چجوری توضیح بدم که باور کنه. اصلا چه توضیح بدم؟ بیشتر سنگ رو یخ میشدم. اصلا الان نمیدونم چی کار کنم. خطاه آقای صالحی. خوش تیپ کی بود؟ تو خیابون کیفمو زدن این آقا کمک. حکایت حالا تا پالا فردی شده. آقای صالحی. آقا تو. بودو بودو نکن خانم، خوبی نداره دنبال تا پالا بودی. سیاوش آروم، خواهش می‌کنم یه دقیقه آروم باشین. بابا یه مسکه گاو حرف دهنشو نمی‌فهمه. خیلی حال دادن از دهن دهن منو وا نکنین. آروم آروم. یه دقیقه آروم باش. آرومم. یه دقیقه آروم. آروم چیکار کنم؟ خب میگین چیکار کنم؟ من چیکار کنم؟ بعد طلاق بگیریم که شر رو بعد بکنیم. مهریه چیه؟ مهریه چیه؟ مگه مهریه منو شما باید بدین اینجا؟ اگه به وقتش بامبول کردی چی؟ مرد حسابی مگه من کلا بردارم؟ من مشکلمو به شما گفتم، ازتون کمک خواستم. شما جای برادر من. شما میگین چیکار کنم؟ طلاق. معامله که نیست. نه باید برگه آزمایش عدم بارداری بگیرین. گرفتم اینو. ببینین میتونین مثل امضاشو بزنید یا نه. امسان آره کاری نداره، رو امضام زیاد گیر نیستن، آدم ها صد جور امضا دارن. برای طلاق توافقی هم اول باید بریم دادگاه درخواست گواهی عدم سازش. بله میدونم، دارو گرفتم. آها پس یه دور دهنی یه مرد بدبختی رو سرویس کردی. ببخشید. آیشون الو سلام، خوبی؟ نه ما داریم میریم حلش کنیم. بله کدومو؟ حالا الان که ازم خیلی خوب گوشی دارم. ببخشید. آها الو آیدا، ببین من اصلا هنوز رمو نذاشتم تو گوشی. آره اینجاست هنوز. آره الان که پشت فرمونم. باش حالا برسم یه جایی زنگ میزن. خیلی خوب، خدافز. ببخشید. ما الان داریم کجا میریم؟ ببین آقا طاهر، دادگاه نمیریم، میریم یه دفتر خونه تو محمود آباد، به دوتا وکیل وکالتنامه میدیم، اونا خودشون انجام میدن. من تو روزنامه خوندم. میشه ببخشید. بفهم برو خرج بی خود واسه چیه؟ خب میریم یه دقیقه دادگاه سه سوت دادگاه نریم بهتر. چرا؟ شهر کوچیکه، بالاخره 100 نفر منو تو اون بیمارستان دیدن. حالا یه آشنا تو دادگاه پیدا میشه دیگه. کسو شهنه با یه تاپاله. تاپاله رو من نگفتم که این متلکشو به من میندازین. خب کی این روز عقلش به چشمش نیست؟ همه منتظرن یه مزخرفی به آدم بگن. خانم اینجوری همو نگاه نکن، من تو پاساژ گلدیز تهران مغازه داشتم، برو بیا داشتم، یه زن منو بدبخت کرد، اونم درست یه روز بعد عقل.
دار و ندارم و دادم، زندون رفتم، هنوزم دارم مهریهشو میدم، مهریه یه آکلهی که یه روزم با من زندگی نکرد. چرا؟ یه الانم خیلی مردم که دارم به یه زن کمک کنم، اونم تو این وضع. همه این زنها که یه جور نیستن. حالا ما که جوری دیگهشو نهیدیم. باشه میریم دادگاه، فقط اگه بهتون بر نمیخوره یه دقیقه بریم در خونه ما، من 4 تا از لباسای اون خدا نیامرز رو بیارم شما بپوشین که نه من کسر شأنم بشه نه شما به پاساژ چه میدونم گل دیستون بر بخوره. خوب حرف نمیزه، خوب حرف نمیزنی خانم. نگهدار گفتم، نگهدار. آقا طاهر داریم نگهدار. خیلی خوب باشه. ترمز کن خانم. ببین آقا طاهر یه دقیقه گوش کن. آقا طاهر، آقا طاهر دارم حرف میزنم، خب گوش کنین ببینیم. آقا طاهر، آقا طاهر خواهش میکنم. خواهش نکن خانم، شما یکی گیر منی، من شاکیم، گیرم تاپاله. واسه شما این ریختی شدم، واسه اموال شما. اون وقت شما چیکار کردین؟ رفتین شناسنامه منو برداشتین، هر کاری دلتون خواسته، هر غلطی باش کردین. من کردم. چه فرقی میکنه؟ شما واسه ششگوش دوام میکردی؟ خانم دکتر باشی فرق، حالا پرستار. من نمیفهمم آدمی مثل شما چجور نشناختگون آدم پفیز و نامرد چجور آدمیه؟ آخه تحقیقی، فک و فامیلی، 5 سال آخر. آقا طاهر، ما هر دو ازدواج دوممون بود، هر دو از خانواده همون بریده بودیم مثلا، البته از طرف اون مثلا. دیگه فکر نکردیم تحقیق میخواد، فکر کردیم همین که همدیگر رو دوست داریم مثلا. اونو میگم، ولی شما که عاشقش بودی. شما چرا تحقیق نکردی که زن سرکیست نکنه؟ خریت. منم خریت. من حتی به کسی نگفتم ازدواج کردیم. همه فکر میکنن من مجردم. اگرم گفتم نریم دادگاه برای این بود، نه برای اون چیزی که شما فکر کردیم. ما حتی جشن نگرفتیم. رفتیم محضر پایین همین خیابون. اگه قبل مردنش میفهمیدین چیکار میکردین؟ نمیدونم. باش وای میسادین. زنا همه‌شون همینجوریان. بیشتر دنبال آدم های آشغال هن. برو دیگه امنه، نفهمید با تاپالا میگردی. قف کن، خطرناکه. آره من اومدم خونه دیگه لباس برداشت، لباس همی دادی. آقا طاهر، آیده یه لحظه گوشی. آقا طاهر، آقا طاهر، چه نوناره. الو آیدا، بذار بهت زنگ میزنم. نه نیست، نمیدونم کجاست، رابط برخورده بهش دوباره. بذار میگیرمت، میگیرمت آیدا، خداحافظ. بفرمایید. آقا این مریض نباشه. نه خانم، مریض چیه؟ چه خبر پایینه؟
چیکار کنم؟ حالا خون پولو بدی بده. ندم. خیلی دیده. تو نباید شناسنامه نشونه این بودی؟ تو نشستی بیرون گل. یه رو باید میدیدی دو دقیقه این آدم حسابی بود، دو دقیقه باید میترسی اصلا کنارش بایسی. چیکار کنم؟ مامان جانم آمان آنه بیرسی اون رحمت هم دارم بده. خوشتی من تو ماشینه یادم برمسی. تو هم اینجا بود؟ بابا تو زنگ زدی خودم هم اینجا دیدمش. آیده این یارو برداشته چی داشتی بوش؟ بمیدون افیل عکس موزی نیستی اینجا تا کار خودشو بر نمیداره بیشترم باران جان با من بحث نکن بهت گفتم آمپولشو بزنه بعد الان گیر نده تو بیشتره تو مامانت دیگه مامانت ده بار که نباید بگم بذار بریم خونه این دامان هم افتاده نمیدارم یه ذره هم هست الان بچه ها بیان این خرم داره کیف میکنه بچه هم همونو میگم ها ببینم خوش گذروندی ها فیلمت تماما نده دو بینیم که آخر سال گم شد رو با اون فیلم یه شبه میخواست متحول بشه والله منم همین رو میگم آخرین فیلمی که منو متحول کرد روم تاثیر گذاشت شعله بود اونم در سن 14 سالگی والله دیگه بعدش دیگه چیزی نبود که ببین به خدا اگه این فیلمو میدید روش تاثیر میذاشت انقدر حال اینا خوب بود انقدر خوشحال بودن داشتن دلیل و منطق میآوردن برای کارشون مرده حمایت من واقعا مرد انقدر باشعور ندید الان نمیخواد دیگه هر جا ما میشینیم سر این بحث بی خود باید باز میشه نه اینکه تو غریبه باشی خب برمیگردم میگه بریم بچه یکی دیگر رو نمیدونم واسه بچه یکی دیگه به خدا من با بچه یکی دیگه اصلا مشکل ندارم اصلا بذار مردمم بدونن بذار بدونن که بچه من نیست به جهنم مامان تا ده بشمار بچه 50% به پدرش میره 50% به مادرش نرمالش اینه دیگه 50% من که هیچی من که سهمی ندارم اومدیم اون 50% به اینم نرف صاف کلن کمپلت 100% شد شبیه عباس آقا سوپری مرد چه خواهی که بریزم سرم مسخره‌بازی در نیا اصلا سیستم کاملا ناشناستوریه آه بیا دیگه بدتر بکن من وسط خیابون حراز دارم را میرم تو آمل یهو یه نفر از این مر خیابون بچه رو نگاه میکنه چش تو چش بچه چرا شبیه منه میاد جلو میگه معذرت میخوام شما از حساب بانکی من برداشت نکردی من میگه ببخشید دیگه کم کاری از من بوده عذرخواهی میکنم اونم میگه خواهش میکنم قابل نداشت نه اصلا کاری که از دست اون برمیاد که قصه اصلا اینا نیست سرجون ایشون نمیخواد کسی بفهمه مشکل داره قمپوزم میاد الان همه دارن به ما میگن این همه سال شما ازدواج کردین اینجوری بچه نداره آقا به همه چه ربطی داره اصلا من نمیخوام بچه دار شم شما این چند وقتی که ازدواج کرده بودی بچه دار شدی اینا تازه ازدواج کرده چه ربطی داره تازه کجا بوده با سال 90 دیگه شناسنامه‌اش دست من بود دیگه پاشو بارم پاشو بریم هنوز که شام همو نخوردم میبریم بقیه شو پاشو بارم بریم بعد من الان باید بفهمم جیکوپو که زندگی منو میدونی بالا پایینمو میدونی اون نمیدونه تو میدونی بعد اون الان میدونه من نمیدونم سال 90 دست درد نکن تو هم یه سای پنهونی داری که نمیخوای بهت هامون بگی اون فرق اما این توداری تو رو واقعا دیگه نمیفهمم سختم خب چیکار کنم حالا خود تاریخ ازدواجم خودم به هامون نگفتم وگرنه کلم میکرد شک نکن خب اگه هامون بهت میگفت میگایی آی 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 ببخشید گوشتشو گرفت نه خوبه بگم اگه هامون بهت میگفت میگفت من نگی چی خودم میمدم میپرسیدم ازت خب اینجوری همون جلو من خراب نمیشد چه میدونم بابا دیگه آیا بس آیا نه بس یه غیر چه هم بزن خاله بارم چیکار میکنی قربونت برم دارم اینا که هم برمیدارم نکن خاله تو رو خود دست به اونا نزن اما همو حساس رو بس بارم پاشو به این برم میاد دعوات میکنه ها نه دعوا نمیکنه اه پر رو شده جواب میده پاشو به اینا رو جمع کن پاشو الان خان پهلوان میرسه بیا بارم با شما ولش کن عزیزم من خودم اونا رو جمع میکنم ولش کن یه غیرشم برد بزنم حالا دیگه
ببخشید تو رو خدا، همون رو اینا خیلی حساسه. نه به تو ببخشید. سلام خانم. سلام، بفهم. من صالحی هستم، همسر خانم احمدی، صحرا احمدی. جدی میگی؟ شوخیم چیه؟ بفرمایید دهنت رو شیرین کنی. صحرا هست؟ بله. سلام. رفته به مریض سر بزنه. برای چی میخندیم؟ بفرمایید. آخه عجب مرموزی این دختر. آره، قرارمونم از اول این بود که کسی ندونه. یه وسواسی داره که نمیدونم چیه. منم دیگه اومدم قائله رو خط کنم. این وضعیت بالاخره باید یه روز تموم بشه دیگه. سلام صحرا جان. آقا طاهر شما این؟ من شوهرتم. این الان تو این بیمارستان تقریبا به دو نفر گفتم. این چه کاریه؟ توضیح میدم. هیچکی اینجا نمیدونه شوهر داری. شنیدم خاطر خواهم داری. بهت نگفتم که نه نیاری. ولی فردای وقتی اگه بخوای ازدواج کنی کار دیگه. شوهر تو شناسنامت درد سرساز میشه. بهتره یکی رو نشونشون بدی. برای چی این کارو میکنی؟ یاران نگاه نباش، شوکه شدن طبیعیه. من و تو 6 ماه ازدواج کردیم، تو اصرار داشتی کسی ندونه. من تا بالاخره من این روز اومدم واسه سورپرایز. اینو الان تقریبا 4 نفر میدونن. 6 ماه الان داری میگی به ما صحرا؟ تو داره. یه سال بهش میگم این وسواس تو بذار کنار، گوش نمیده. آخرش مجبورم کردم. الانم معلومه با هم قهره. نه. اصالتا شما کارتون چیه آقای صالحی؟ من تو پاساژ گلدیس تهران یه مغازه دارم، عطر و لوازم آرایشی. ناقابل. ما داریم طلاق میگیریم. چی؟ داریم جدا میشیم توافقی. ولی حمید گفت حالا که داریم جدا میشیم بهتر یه عده بدونن که فردا دچار مشکل نشیم. حمید کیه؟ منو میگه. من تو شناسنامه شعبانم، تو پاساژ طاهر صدام میکنن. من تا صحرا جان دوست داره بهم بگه حمید، یعنی دوست داشت دیگه، الان دیگه دوستمون نداره. چه بد، یعنی نمیدونم چی بگم. خب ببخشید، مزاحم شدم. میبینم اثر. ببخشید. چی فکر کردی پاشد اومدی اینجا؟ چی شده مگه؟ به نفع خودته. نفع منو تو تشخیص نده. حق نداری بیای سر کارم آبروریزی کنی. آبروریزی کدومه؟ سر وضعم که خوبه، بد بوده مگه؟ فکر نکردی بشناسنه؟ از کجا؟ ما دکتر تاپاله نبود، نگاه کردم نبود، بقیه بود. با تو خودت هم منو به زور شناختی. این همه مدت کجا بودی؟ مثل که خودتم واقعا باورت. با من بازی نکن. رم گوشیمو کجا بردی؟ کی شو؟ همون که رو داشبورد بود. تهمت نزن سر. منو به اسم کوچیک صدا نکن. چی از جون من میخوای؟ بیا پولتو بگیر برو طلاق بده دیگه. خیلی قاله، برای چی عصبانی؟ منم برای همین اومدم دیگه. اون تو یکم پلنمون با هم فرق میکنه. دارو ندارو تو میدی، من میری پی کارت. خونه، ماشین، پول نقد. چی؟ تو زن منی. همه همکارات هم شاهدن که من شوهرتم. الان میخوایم طلاق بگیریم. چرا؟ میخوای چراشو بهشون بگم؟ تو با صاحبکار من که زن و بچه هم داشته رفت آمد میکردی، همه همسایه هم دیدنتون. آره شوهرت بوده، ولی اینو کی میدونه؟ فقط من. کسافت حرومزاده. حرومزاده؟ حرومزاده اونیه که با شناسنامه مردم ازدواج میکنه. حرومزاده اونیه که شوهر داره، ولی برای اینکه کسافتکاریاش تو بیمارستان برا باشه به همه میگه مجرده. فعلا. خیلی آشغالی، خیلی آشغالی طاهر. صحرا، این کار اینجا به نفعت نیست. برو برو خبرت میکنم. چی میگه اینا؟ آروم باش.
باشه باشه. همین همکاراش میتونن شاهدش باشن، البته اگه قضیه رو بخواد بهشون بگه. نه نمیخواد اصلا اونا متوجه باشن. پس اینجوری شاهدای اونه. حالا اگه بیان علیه این دوستمون شهادت بدن یا نه یه بحث دیگه است. ببین شما میتونید یه کاری کنید، بگو ازش سند جمع کنه که ثابت چه طرفدار اخاذی میکنه. سند چی مثلا؟ سلام آیده جون. سلام شرم جان، خوبین؟ سند چی مثلا باشه؟ گفتم که باید مدرک جمع کنه. ببین مثلا میتونه اس ام اس بهش بده که چقدر پول میخوای دست از سرم برداری. اونم یه جواب میده، خودشو لو میده دیگه. اینا ثبت میشه تو دادگاه به نفعشه. آها، یعنی باید بره ازش شکایت کنه؟ نه 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 نه، تحریکش نکنین فعلا. بذار خیال کنه برنده است. وقت بخرین. اون اس ام اس رو که گفتم بهش بدین. مدارکتون که کامل شد، من به وقتش میگم برید ازش شکایت بکنین. اصلا هم نگران نباشید. اینجوری که من دارم میبینم، طرف همچین با تجربه نیست. یه بازپرس خیلی راحت میتونه مچشو بگیره. بهش هم بگو من از این پرونده ها زیاد داشتم. اصلا نمیخواد خیلی نگران باشه. تبلیغاتیه. باشم برم دیگه، شما هم بخواب. با بمون شب و دیگه، گناه دارم بچه خوابیده. نه با برم، کلی کار دارم. خب پس ببین تو حتما جواب دادی، اسکرین شات بگیر از این مسیج. یادت باشه واسه دادگاه لازمت میشه. من دادگاه نمیام. یعنی چی دادگاه نمیام؟ خب شکایت کنی باید به دادگاه دیگه. نمیخوام شکایت کنم. من چه شکایت نمی کنم؟ سهرا؟ خب لابا یه دلیل داری که نمیخواد شکایت بکنم. سهرا؟ ببین یه دلیلی که سهرا جان، من دارم باید حرف بزنم. میتونه با توضیح نده آیدا جان. سهرا چه جواب من آیدا؟ به یاد بگیر تو زندگیت آدم ها هر جوری که دوست دارن میتونن زندگی بکنن، نه اونجوری که تو دوست داری. من دوستت دارم. همه من نیستم. هر چی بگی بگم باشه. تهران زندگی نکنیم باشه. نمیدونم برو باشگاه گنده شو باشه. نمیدونم آتلیه من خوشم نمیاد اون یکی رو بگیر باشه. تمومش کن دی، بس کن. من حرفی نزدم، من میخوام کمک کن. کمک خواست کمکش میکنم، نخواستم هیچی. تمام. سهر جان هر موقع کمک خواستی من آیده در خدمت هستیم. شب بخیر. ماشین نمیدم چشه بازی در میاره، نرسته من برم تعمیر کنم. سویچو بدم اگه مشکلش حاد بود میبرم یه تعمیر کار خوب آشنا دارم. زحمت بشه. نه بابا چه زحمت. راضی نبودم به خاطر من اونجوری سرایت داد بزن. داد زدم. عادت داریم. میدونم سهرا، من میدونم تو آدم خوبی هستی، عاقلی، برای هر کاری که میکنی حتما یه دلیلی داری. خدا همیشه مثل خواهرم بهت اعتماد داشتم و دارم. میخوام که تو هم به من علل خصوص اعتماد داشته باشی. واقعا اون روز اگه میدونستم که با آیده دروغ گفته دهنم نمیدونم. دستت درد نکنه. بشین یه چایی بریزم. نه دیگه برم. میشه سوال ازت بپرسم؟ اگه دوست داشتیم جواب ندستم. بگو. تو مشکلت با این دادگاه و پلیس و اینا چیه؟ بی خودی وقت آدم رو میگیرن، هی آدم رو میبرن میارن آخرم هیچی. یعنی به این که اسم باران تو شناسنامت نیست ربطی نداره؟ نه نه، خب اسم باران نیست چون شناسنامت المثنی است. چه؟ هیچی.
واقعا بچه خودته؟ ببین الان میگی شناسنامه هم المثنا است ولی ننوشته المثنا، اسم باران تو شناسنامت نیست. بچه دندوناش داره میفته، باید بره مدرسه. حواست هست؟ آره میره. خب نیمه دوم سال دیگه باید بره. ملش کن. یعنی چی؟ قربونت، شب بخیر. هامون، هامون یه دقیقه بیا بالا. من ایرانی نیستم، بابام افغانه. شوهرم هم افغان بود. من اصلا شناسنامه نداشتم. اسم بچه‌م تو شناسنامه هم نیست، برای اینکه اصلا ازدواجم جایی ثبت نشده. دیپلم که گرفتم بابام به زور شوهرم داد. اونم منو برداشت برد کابل. اونجا کشتنش، من موندم با یه شکم بر اومده. همون شکلی با هزار بدبختی اومدم اینجا. خواستم واسه خودم کسی شم، نمیخواستم اونجا بمونم. یه شناسنامه ایرانی لازم داشتم. واسه همین با حمید ازدواج کردی؟ اصلا با حمید ازدواج نکردم، با این شناسنامه ازدواج کردم. میدونستم شناسنامه خودش نیست. ای سیغه میکردیم، سیغه میکردیم فقط واسه باران. اون هم دوست هم داشت، باران هم دوست داشت. خیلی کمکم کرد به اینجایی که الانم برسم. حالا بچه‌م هم شناسنامه میخواد. هامون مگه نگفتی کمکم میکنی؟ مگه نمیگی باران برات مهمه؟ کمکم کن برای شناسنامه بگیرم. چجوری؟ نمیدونم، کارای سخت تو بلدی. یه کاری کن به اسم خودم برای شناسنامه بگیرم، بدون اینکه کسی از گذشتم چیزی بفهمه، حتی آیدا. تو اینجا چی کار میکنی؟ سارا من هنوز عاشقتم. قلبمو نشکن، دستمو رد نکن. ایوه ناس، من نمیخوام زندگیم از هم بپاشه. چی میخوای؟ سارا
ازت خواهش میکنم برگرد سر خون زندگیمون. التماستو میکنم. خیانت کردی که کردی. من فراموش میکنم. میبخشم. تو هم بیتوجهی های منو ببخش. ایها الناس، ای مردم، من زدم به سیم آخر. من بی غیرتم. آره من بی غیرتم. من بی همه چیزم. ولی من دیگه نمیتونم یه دقیقه بدون سهرام زندگی کنم. کسافت. ببین سری میگم، اولا دیگه اسمس های مسخره به هم نده، به شعورم توهین میکنی. دوما فقط یه هفته وقت داری. 300 میلیون نقد یا چک رمزدار. 300 میلیون؟ تو چی فکر کردی راجع به من؟ درست فکر کردم. فکر کن واسه دوا درمون میخوام. خداحافظ. خانم احمدی، یه آقایی در زدن، گفتن شوهری شما. شناسنامه من نشون دادن. که آیا شما رو با کسی دیدم یا نه؟ والله راستش بخوای منم گفتم نه. کاری بدی کردم، دروغ گفتم، ولی خب گفتم دیگه. خب این همون کسیه که بهتون میگم میخواد ازم اخاذی کنه. ببخشید خانم احمدی، شما یه قصه میگین، اون آقا هم یه قصه میگن. شاید هم حق با شما باشه. والا راستش بخوای حتی اون چیزی هم که دیدم نگفتم. چی دیدین مگه؟ هیچی ندیدم خانم احمدی. مثلا حوصله دردسر ندارم. مثلا چی؟ ببخشید. خب چی دیدین بگین؟ ببخشید، معذرت میخوام. خدا نگهدار. اگه بازم اومد زنگ بزنی صد دقیق نداره بیاد اونجا. خورجبم غلط کرده. بی خود دهن به دهنش نزنین گلاویز نشین. فقط صد ده. ولش کن اونو. مامانو شما راضیش بکنین دوباره من پولو میفرستم. نگران نباش دیگه. پس بردار. خیلی خوب. خداحافظ. دست پر نیایید فیلم بازگشت جوجه کلام اکران می شود. چیه؟ بازگشت جوجه کلام چیه؟ پاکش کرد. به خدا پاکش کرد. سهرا بیا اینجا ببینم. اینو داره خب اوکی. همه جا پخشش میکنه، میذاره تو اینترنت، همه میبینن. بیمارستان همه میبینن، همسایه‌ها. خب وای مهد کودک باران، بچه‌م. خب آروم باش الان یه خاکی تو سرمون میکنیم. آروم باش الان ببینید چیکار کنیم. نه 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 نه. باشه. شما رو که ندیدید حالا؟ نه فکر نمیکنم. برو که ندیدم. نه منو که 100% ندیده اصلا. خیلی خوب. الان باید به نظر جواب میده این. چرا جواب نده؟ دو تا شاهد زنده این. خیلی برای دادگاه مهمه. بعدش هم صدای ضبط شده و تصاویر دوربینای مدار بسته کافر رو با هم دیگه منطبق میکنن. اصالتشون اثبات میشه. شدنی نیست. باران مامان بس. بیا برو بخواب، بذار اونم بخوابه. پاشو مامان. این باران رو دیده؟ یعنی چی؟ میدونه تو بچه؟ آه نه، شناسنامه رو دیده. شناسنامه رو دیده میدونه. شناسنامه منو ندیده. من شناسنامه. خب الان شناسنامه رو ندیده، طرف شوهرشو نمیدونه این بچه داره. از همین نمیدونه دستشه. اصلا نه الان اجازه بده. ببین اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست الان. اون که هنوز ادعایی نکرده. الان ما این قضیه یه فیلمه رو که این همین مسئله ما الان فیلمه است. ما نباید بذاریم این فیلمه رو بخشش بکنیم. ببین اگر همه مسائل اینجوری که من میگم پیش بره، ما یه قدم جلوی اون موقع ما میریم شکایت میکنیم. فقط باید یه جفت کفش آهنی پامون بکنیم، چون یه داستان هالیوودیه واسه خودش دیگه. آه یه چیزی ببین، یادتون باشه فقط پولو باید تو همون محل کافه بهش تحویل بدین. میدونین ممکنه بکشونتون بیرون بخواد زرنگ بازی در بیاره. میخوای فاصله بگیریم که اصلا میکروفونو نمیگیرن دیگه. باریکلا طرف کیف پولو باز میکنه، میبینه پول توش نیست. بالاخره یه واکنشی از خودش نشون میده دیگه. هم صداش ضبط میشه، هم تصویرش ضبط میشه، هم بالاخره جان مامان چیه؟ چی شد؟ چیزی نیست. باز کنیم. میخوایم بریم در مونگا؟ نه، چیزی نیست. کشه اول میستو حالت منه. آروم بارم، چیزی نیست. آروم مامان. اون اتفرام. این چه بساطی تو که بعضا منو میدونی؟ کار به دادگاه نمیکشه دیگه. میگم وقتی رو بفهمه دستمون پر اصلا نمیاد دادگاه. آروم.
نگهش دار. آروم مامان، آروم. تمومش. آروم بهت میگم، انگار مار زدتش. سهرا چی کار داری با بچه چه اینجوری حرف میزنی؟ برو، نمیخواد تو کاری کنی. خانم اومدی مشکل تو رو حل کنیم. یه جوری رفتار میکنه انگار از آدم طلبکاره. من نمیام دادگاه. خب نیا عزیزم. خب دادگاه زمان بره، دست یارو پره. چرا ازش طرفداری میکنی؟ با من طرفداری کردم. آره داری طرفداری میکنی. حواسم بود با هم پیچ پیچ میکردی. قضیه چیه؟ خودم دل کنی دیگه. الان بدبختر از اون گیر نیاوردی بهش حسودی کنی؟ من الان دارم حسودی میکنم؟ نه عزیزم ببخش، من اشتباه کردم. من دارم مهربونی میکنم، من دارم کمکش میکنم. تو باشی ناراحت نمیشی؟ چرا قربونت برم، به خودم من بیشترم ناراحت میشم. اما میگم اون الان تو بد وضعیتی، تو هم شرایطش رو درک کن دیگه. تو که مهربونی، فهمیده ای آیدا جان، تو نکن این کارو. خیلی خوب باش، بس من خر شدم. من همچین حرفی زدم فدات جان. میگم الان یارو گیره، تو همین مهربونی تو ادامه بده قربونت برم. اون که حالش خوب باشه خودش میفهمه چه اشتباهی کرده. من بعد میگم آیدا جان. آیدا خیلی خوب باشه. اگه حرف میزنم به خاطر خودش میگم، من نگران میشم. سهر یه چیزی میگی؟ بگو. چی بگم؟ هر چی تست دیگه، یه چیز بگو. یک دو سه، یک دو سه. چکرم آیدا جا. جا تو هم میگی یه چیزی. منم بگم، منم بگم. بگو. وان تو تری، وان تو تری حمله. ما یه تیمیم. زنگ گرفتم. خب فقط ببین، حتما حتما بهش نزدیک بشیم. اصلا برو تو بغلش. آیدا میخوایم بارونو بدیم و ببریم بذاریم پیش این خانمی که بود محله بانیم؟ سر راه همه خودم ببریم. مطمئنی؟ خیلی خوب. پس ما زودتر میریم میشینیم که تابلو نشه. باشه باشه، بیانیم. فقط اون دکمه یه رکورد یادت نره بزنیم. باشه باشه، میزنم. آره مطمئنی؟ آره خوب نگرم نمیشست. قربونت برم. اونجان نمیبندی؟ من باید یادت بندازم؟ بله. چی میخوای؟ چه دختر خوشگلی، اسم چی همو جان؟ قرارمون کافه بود، اینجا چی کار میکنی؟ چند ساعت پیش میخواستم بیام، دیدم مهمون داری نیومدم. جون مهموناتون خوبیت نداشت دیگه. مامان من میترسم. نه نه ترس همو جان. چی میخوای؟ پول آوردین؟ کجاست؟ ساعت 4 کافه، برو. شما اول بفرمایید. چرا جواب نمیدی؟ ببین سر کوچه توی هامون نگهش دارین، ازش یه سوالی آدرسی یه چیزی بپرسین. من با ماشین سری رد میشم میزنم بهش. فقط شما هم سری فرار کنین. خب مجبورم آیدا، آیدا مجبورم. خواهش میکنم، تو من مدیونی، تو من مدیونی. چرا جان ازشتی مادرشم؟ همه چی همون داری شکوت هم میکنه، اینه کافی هم میزن. تو بذار تو عموم بده همه چی درست بشه، تو رو خود درست همین کار رو بکن. کمکم نمی کنی؟ نه دارم چی کار میکنم؟ نه سهرا روانی با بچی کلام کمه بچی اینجا چی کار میکنه؟ میفرشم از سهرا چی نمیکنی؟ سهرا بچی میگه زمین تره خفه حالا چشکنا میرم چیه؟ نگاه شده با دعوا خانواده که زر رزمه چشکنا میرم برم بزن زمین که چشکنا میرم.
فردا صبح سند آماده میکنم بیاییم. فکر کنم یه 25 تومانی دیگه ببرم. حالا بستگی به قاضیش داره. به الان کجا میبرنش؟ بازداشتگاه. میشه من قبلش که دوتا خبر میدم بهش؟ الان؟ اگه میشه نیز ببینم چه کنم. اینجور وقت هست که میفهمم چقدر ضعیفم. من هیچ حقی ندارم. اگه طرف هامونو کشته بود چی؟ حالا که فعلا هامون داشت طرف رو نه جدی میگم سهرا، من زنشم، ولی اگه یارو هامونو کشته بود من هیچ ادعایی نمیتونستم بکنم. من که نزدیکترین کسشم. تو اگه نشسته بودی تو کافه این اتفاقا نمیافت. آره تقصیر منه. آره معلومه تقصیر توه، تقصیر توه. اصلا معلوم نیست چه مرگته چته. گفتم که تقصیر من، الان چی کار کنم؟ اصلا همون کاریو میکنم که شهرام گفت، تا ته دیهشو میدم بیاد بیرون. خدا که دستگاه رو ما ندازدم. چی شده؟ کارت های رستم. آقا طاهر، خیلی بی همه چیزی. اگه اون فیلمو پخش کنی به خدا میکشمت. خانم مهندس، کسی امراد نیست؟ چی امراد داری که اینقدر شجاعی؟ پول آوردی؟ ماشین آوردم بدم بهت، به جای دیه ای که بر دماغت میبرن. جون همون مادرت. اسم مادرمو نیار. 4 سال میخواستم ببینمش، نشد. انصاف داشته باش، پا تا از زندگی من بکش بیرون، بذار نفس بکشم. التماس کردنم بلد نیستی. من التماس احدیو نمی کنم. التماس منو میکنی؟ سب کن، بیا بریم که الان تایی رضایت بده. ماشین آوردم فردا. الان ماشین رو باید به نامم بزنی. به نامت میزنم، تو کلان تری دستخط میدم که به نامت میزنم. نترس، من اندازه تو نامرد نیستم. من نامردم؟ هر کس دیگه ای بود یه جور دیگه باید تا میکرد. تو همه جوره تو دست منی. میتونم وادارت بکنم هر کاری بکنی، ولی من مردم. به جهنم که ازم متنفری. پول خرج کن، یه اسپری فلفل بخر، بیا کورم کن. منتها این دفعه مثل اون یک شکره بود، هول نشی جا بذاریش. قشنگ صرف صبر با چاقو تیکی تیکم کن. نمیتونی التماس کن. فهم.
هامون فقط بی زحمت بارانی میاری پایین من برم. بیا بریم بالا دیگه. نه دیگه برم. سلام. سلام. باران جون. بلند شده. سویچ کجا سایدا؟ رو میزه. هامون جان سر همون خیابونه بی زحمت من پیاده میشم. فقط بارانو میبرید مهد کودک؟ کجا میخوای بریم؟ هم تعویض پلاک دیگه با طاهر قرار داره. مامان جون ماما نرو دیگه، مجبورم برم. جون ماما خاله اینا میرسوننت مهد باشه. دستتون درد نکنه. خدا مراقب خودت باش. کی بود دیروز داشت مامانمو میزد؟ نمیزد که همون داشتم شوخی میکردم. فردا جمعه از کامل هستم. بله نه شنبه شیفتم عوض میشه، دوباره قبل از پنج بعد بفرستیم. آره باشه به من خبر بده، من منتظرم. باشه قربان شما ممنون. خدا واقعا خونه رو گذاشته بس فروش؟ آره که بری به طاهر؟ نمیدونم شاید کن این کارو سر تو می بکن نکن به خاطر خودت نکن. چی کار کنم؟ یه دقیق خود رو جای من. حلال زاده سرم زاده. من نمیفهم این دیگه چی میخواد؟ ماشونو که به نامش زدی؟ شرف خیلی درد داری؟ بدم با سبب عباس شد. چی میکشون بچه تفلک من اخلاق گنده تو؟ دارم خودم رو جر میدم و تو دلم بچه تکون نخوره. چیکار کنم دیگه؟
پسر یه مدت این بچه رو بفرست پیش مادرت تا این قائله ختم شه. نه مرسی، از راه نبید. چه اینجوری حرف بزنی؟ اگر من حرف بدی زدم حرف بدی زدی من خب کمکت کنم. نمیخوام کمکم کنی، مگه ازت کمک خواستم؟ این نظرتو خواستم. هی وایسادی از آدم انتقاد میکنی، کنارم باش. نمیتونی نباش، اصلا نباش. باران اومدن خونه رو ببینم. یالا سلام علیکم. سلام خانم احمدی. دیگه زن ندارم، بین مجلس مشتری رو آوردم دیگه. اشکال نداره اینجا رو ببینم؟ برای چه قبلش سعی نزدید؟ مشتری لاکچریه آقا. تو پاساژ گلیس تهران مغازه دارن، تو بیزینس عطرن. نه برام اینا تزادو کرده. آقا سالی تخفیف هم میدن، گفتن 400 دلار به خاطر ما تخفیفی هم میدن. خونه خیلی قشنگیه. اینم روشه؟ آره دیگه، شانتیونه. حله. فقط یه صحبتی داشتم با خانم. خواهش میکنم. ببخشید همسایه‌های اینجا، ببین جواب تلفنمو بده. خب شاید تو دوست داشته باشی قیافه نسمو ببینی، ولی همسایه‌هات که گناه نکردن. اگه تا دو روز دیگه خونه فروش رفت که رفت، اگه نمیزنیش به اسم خودم، یعنی خودم میخرمش. دیگه عطرم نمیزنی؟ خونت خیلی قشنگه، چقدر بزرگه، ماشالله ماشالله. باران بیا ببینمت. ببین چی برات آوردم. بیا مرسی. یادت میاد؟ نه. یادت نمیاد؟ که چی؟ این همه سال بابات نگهش داشته، باور میکنی؟ اون موقع که زهر زنده بود بعد میداد باش بازی میکرد. نه الان بده بیاری بر بچه من. برای چی اومدی؟ نه یا بچه‌مو ببینم. چقدر شکل زهر شده. خوبی مادر؟ آره برای مامان. پاش برو تو اتاقت با تو پلی بازی کن. برو قربونش برم. خیلی سرت شلوغه نه؟ تقریبا. میتونی ازش مواظبت کنی؟ این همه را نکوبیدی بیای اینجا ببینی من مثل خودت مادر نمونه ای هستم یا نه؟ چی کار داری؟ بده ببرمش یه مدت پیش خودم. چی کار کنم؟ یه مدت پیش من باشه؟ معلومه نمیذارم یه مدت پیش تو باشه. پاشدی اومدی اینجا آدم مادر؟ مامان برای چی اونجا نشستی؟ میترسم مبلات کثیف بشه. زندگی من از این کثیف‌تر نمیشه. من نمیذارم بچه‌هام ببری تو همون جهنمی که من ازش فرار کردم. فهمیدی؟ خب میترسم حواست بهش نباشه. ای وای ای وای ای وای، تو داری اینو میگی؟ تو چه بچه‌هاتو میفرستی تو خیابون کار کنم برن زیر ماشین؟ من میفرستادم تو خیابون؟ من میشستم تو خونه؟ من که قد بلدی گریه کنی کتک بخوری. گریه کردن فایده نداره شیرین خانوم. منو نگاه، بچه‌مو دارم تو ناز و نعمت بزرگ میکنم. منی که با پول خودم رفتم مدرسه، با پول خودم میرفتم کرم میخریدم میزدم به صورتم، خودم کار میکردم. من از جیب باباتون پول میدزدیدم، کتاب و دفتر میخریدم میفرستادم میتون مدرسه، کتکشم میخوردم. منو فروختی؟ اینقدر نگو فروختین فروختین. اگه تو رو به پسرعموت دادیم، منو به هفت پشت غریبه دادن. انگار با شیربهاش برام تشت طلا خریدن. مگه من دلم میخواست تو رو بفرستم وسط توپ و تفنگ؟ مامان پاشو برو بیرون. پاشو بچه رو بده ببرم. برو بیرون.
نمیری ها؟ باران لباساتو بپوش، میخوایم بریم بیرون. بابات پایین منتظره، گفته بچه رو ببرم، اگه نبرم خودش میاد بالا. با زورتون واسه من آوردین اومدین بچه رو ببرین ها؟ با التماس نشد با تهدید. باید باباتو ببینی سهرا، اینقدر آروم شده هیچی ازش نمونده. برای چی آوردیش؟ فکر میکنی هنوز ازش میترسم؟ بیا یه نظر ببینش. التماس میکنم سهرا، سهرا الو. سلام، چی شده؟ نه آره آره بیا. خداحافظ. صحرا بود گفت مامانش رفته بچه رو ببره. باز چی زنگ زده به تو؟ داره میاد اینجا. بی خود اینجا باز چی؟ کجا بره خود؟ هر جو مثلا بده بچه رو ببرم. مگه مادرش نیست بده بچه رو ببرم؟ حالا به من چی؟ چرا با من اینجوری میکنی؟ نه خب جایی که برگردی بهش بگی بده بچه رو ببرم، میگه باش بیا اینجا. خب حتما یه چیزی بینشون هست. هیچی بینشون نیست، هیچی نیست عزیز من. اما مادرش حرف زد، مادرش خیلی هم زن خوبیه. تو مادر سهرا حرف زدی؟ آره؟ آیدا؟ من به مادر سهرا زنگ زدم گفتم بیاد بچه رو ببره، بخاطر اینکه جاش اینجا هم نیست پیش سهرا. برای چی این کارو کردی آیدا؟ الان باز میخوای ازش دفاع کنی؟ نه دفاع نمیکنم، میگم کاری که به ما ربط نداره توش دخالت نکنیم. کار من دخالته. بعد کار تو که برمیگردی پاشو بیا اینجا دخالت نیست. من بهش گفتم پاشو بیا اینجا، خودش خواست بیا اینجا. خودش غلط کرد. چته آیدا؟ الان پاشو بیاد اینجا در واکنی، نه من نه تو. گفته باشم بهت. میشه بگی چه مرگته؟ با من درست حرف بزن. نمیکنی نمیدونم داری بازیش میدی؟ من؟ چرا نشستی زیر پشت نره پیش پلیس؟ ها؟ تای داستان میخوای یه بلایی سر هم بیارن، یا طاهر بزنین و بکشه، یا این طاهر رو بکشه. من چرا باید بخوام یه بلایی سر صحرا بیاد اصلا؟ از خودت بپرس. تو چه برنامه پس باران داری؟ الان این در رو واکنی، من از همون در به جون مادرم میرم. خیلی تو عوضی شدی هم. بس. خیلی. بس آیدا، دهن منو وا نکن. تو این زندگی چه اتفاقی؟ دهن منو وا نکن. بس. میفهمی چی میگم؟ منم میتونستم بدرسم 4 سال پیش. تو سر سر خود رفتین بچه رو انداختین. تا حالا به رود نیاوردم. اون موقع من میتونستم پدرشم، تو نذاشتی. الان حواس کردی مادرش کرد. نمیخوام مادر شد. در رو کردم. من خونه نیستم. که مامان بابام نمیدونم کی بهشون گفته بیان. خیلی خوب بشین یه 2 دقیقه بذاری لیوان آبی چیزی برات بیارم. نه چیزی نمیخوام. آیدا کجاست؟ رفته بیرون میاد. همه میخوان زندگی ما ازم بگیرن هامون. حالا میخوای چیکار کنی؟ به تش فکر کردی؟ بعدم فکر میکنم. بارانجو میری تو آشپزخونه همون؟ شناسنامه‌شون کنی چیکار کنم؟
نمیدونم بعدم بهش فکر میکنم. این بعدن که نمیدونم همون الان. ببین من رفتم پرسیدم قانونشم خوندم، تا یه ازدواجت ثبتم نشده باشه باید بری شورای شهر تایید کنه، بعد برم فرمانداری. میدونم اینا رو هامون. من نمیخوام بگم افغانم، نمیخوام بگم بچم افغانه. زهرا جان بچه سال دیگه باید بره مدرسه، دیر میشه، امسال هم باید میرفت پیش دبستانی که نرفته. من یه فکری کردم، نمیدونم شاید به نظرت احمقانه بیاد، شاید یه جوری باشه، ولی خواهشم خوب حرف منو گوش کن بعد جواب منو بده. ما میتونیم برای باران شناسنامه بگیریم بدون هیچ مشکل. چجوری؟ به اسم خودم. یعنی چی؟ ما سرپرستیش رو قبول میکنیم، اسمش میره توی ما. یعنی کی؟ منو آی دادی. پس من چی؟ من تو که مادرشی، فقط تو شناسنامه ما ثبت میشه. من کیشم؟ مادرش. اینو چجوری اثبات کنم؟ چی میخوای اثبات کنیم؟ مگه الان ثابت کردی که مادرشی؟ ما به هم اعتماد داریم دیگه، درسته؟ غیر اینه؟ من پیشنهاد واسه آینده باران دارم میدم، ما سرپرستیشو قبول. مگه بی سرپرسته که سرپرستیشو قبول کنین؟ فقط قانونی تو شناسنامه. من نیستم تو شناسنامه دیگه، ها انگار مردم. چه حرفیه میزنی؟ نه همینه دیگه، وقتی اسم یکی دیگه به جای مادرش باشه، یعنی هر وقت بخواد میتونه نذاره من بچه‌مو ببینم. تو واقعا راجع به من چی فکر کردی؟ تو راجع به من چی فکر کردی؟ آروم. اسم بچه‌م، بچه من تو شناسنامه هم نباشه، تو شناسنامه تو باشه، تو شناسنامه آیدا باشه، آیدا بشه مادرش. میخوای منم بیام خونتون کلفتتون رو کنم که بتونم بچه‌مو ببینم؟ آیدا تو بگو قالشو بکن دیگه. اون داره حرومزاده داره خونه منو میمکه، تو به جایی که من کمک کنی. من میخوام کمکت کنم. نه کمک نمی کنی، میخوای بچه‌مو ازم بگیری، داری تهدیدم میکنی. تو میدونی من نمیرم بگم افغانم. هی اینو میگی، هی اینو میگی. فکر میکنی به آینده این بچه؟ نمیخواد تو به آینده بچه من فکر کنی. نه بس تو بقید فکر کنی، تو یه دقیقه به این بچه فکر نمیکنی. من هر کاری میکنم به خاطر بارانه. کو همش حرف مفته. دست به بچه ای من نزن. بری مامان. کجا میری؟ زهرا. زهرا. این چه؟ عمو همون من داده. بی خود کرد؟ مگه نگفتم چیزی از کسی نگیر؟ مامان من اون عینکم رو دوست داشتم. من هیچ پولی ندارم بهت بدم. چی کار میخوای کنی؟ میخوای فیلممو پخش کنی؟ برو پخش کن. زندگی ما از این بدتر نمیتونی کنی. میخوای بری دادگاه حکم سنگسار بگیری؟ برو بگیر. ولی دیگه میخوام جلوت وایسم. من میرم سر کار زندگیم. تو هم هر غلطی دلت خواست بکن، فقط دیگه نبینمت.
اگه یه بار دیگه ببینمت میکشمت. گیرم دیگه هیچ وقت منو نبینی. خیالت راحت میشه؟ خیلی طول میکشه باور کنی که دیگه منو نمیبینی. شنیدی چی گفتم سهرام؟